آریا جان سلام. درود آرمین جان، اول میخواستم درباره این ماجرای مغلطه. به نظر من مثلا مهم اینه که آدم فقط به این موضوع توجه داشته باشه که تعریف اون کلمه که داره به کار میبره چیه. مثلا اگه مثلا میگه مسلمون، خب خیلی خیلی به اصطلاح بدون چیزهای زائد و چیزهایی که بخواد خودش اضافه کنه به اون تعریف، مثلا تخیلات خودش و این چیزها، نگاه کنه ببینه مثلا تعریف خود کلمه چیه. و این به نظر من بیشترین حالتی داره که آدم میتونه از مثلا مغلطه‌های مختلف دوری کنه. نظرت چیه؟ خب این درسته، این حرفی که داری میزنید به عبارت دیگه تازی همین مغلطه است به یه روش دیگه. میدونی ازم شه؟ یعنی این حرفی که زدی به عبارت دیگه تو داری میگی که اگه تعریف کلمه هست نگین که واقعا این نیست. به عبارت دیگه یه چیزی، همین حرفی که زدی یک جور دیگه توضیح دادن مغلطه اسکاندیناوی واقعیه. دقیقا، منظورم اینه که مثلا خود اون صداقت خالص میتونه آدمو از خیلی از مغلطه ها نجات بده. و مثلا خیلی ها هستن که مثلا مغلطه ها رو انواع اقسامش بلد نیستن، شاید خیلی خیلی سطحی، ولی با این وجود وقتی صحبت میکنن تو منطق حرفاشون رو خیلی خیلی خوب درک میکنی، به خاطر که از صداقت میاد و اصول پایه ذهنیشون منطقیه. ولی اگه که مثلا فرض کن، مثلا من فکر میکنم یه نفر ممکنه خیلی خیلی عالی بلد باشه مثلا مغلطه ها رو، ولی باز نتونه مثلا بعضی جاها مثلا مرتکب مغلطه بشه، به خاطر که آدم نمیتونه در آن واحد مثلا فرض کن به 12 مدل مغلطه مختلف فکر بکنه و بعد صحبت کنه. اون چیزی که مهم نه، صداقت هست به نظر. نه خب ببین، صداقت هم بعضی موقع یه نفر میتونه صادق باشه ولی یک روش منطقی اشتباهی رو استفاده بکنه، حتی اگه با اینکه سعی میکنه داره صداقت هم. ببینی این مغلطه ها چیزی جز این که توضیح این که مثلا ببین تو میتونی این مغلطه ها رو هم ندونی، خب، ولی یه نفری استدلال غلطی بکنه، خب، ولی شما اگه توضیح بدید که مثلا چرا این استدلال غلطه، به عبارت دیگه کاری که کردین یعنی حتی اگه اسم مغلطه ها رو هم نیارید، توضیح دادنی که چرا این استدلال به اون نتیجه نمیرسه خیلی شبیه اینه که مثلا یکی از این مغلطه ها رو اس بیاری و توضیح بدین که چرا این مغلطه غلطه. جفتش یکیه، جفتش هم خوبه، ولی ببینید دلیل مغلط دونستن مغلطه ها فایدهش این نیست که ما اینا رو حفظ بکنیم اسمشون رو بیاریم. خب یک سری استدلال های غلط، خب شما میتونید این بدون حتی اگه میتونید هیچ کدوم از این مغلطه ها رو ندونید و مطالعه هم نکنید، ولی خیلی خوب توضیح بدین که چرا یک استدلال غلط بوده. خب بگین که خب ببین این دلیل که به این با این فرضیه ها به این نتیجه نمیرسیم دلیلش اینه. شما دارین همون کاری رو میکنید که یک نفر اسم مغلطه رو میاره و توضیح میده چرا این مغلطه غلطه. دلیل این که بعضیا میگن که خب ببینید اینا رو اسم بذاریم، به خاطر اینکه یک سری روش های استدلال غلط انقدر تکراریه، خب، که با این روش استدلال غلط اگه آشنایی پیدا کنیم ممکنه راحت‌تر بیشتر ببینیم که آها این همون روش استدلال غلط بود. خب یعنی حتی فرض کنیم که هیچ کسی این استدلال‌های غلط رو اسم‌گذاری نکرده بود، شما آریا خودتون مثلا با دوستاتون دارین استدلال میکنین، همینجوری هی دارین توضیح میدین که خب چرا این غلطه چرا این غلطه، ولی میبینین که چه جالب این روش غلط استدلال از بقیه روش غلط خیلی بیشتر تکراریه و متوجه میشین تو ذهن خودتون که آها این روشه و این روش استدلال غلطه. یادمون باشه که چقدر هی میاد، چقدر اتفاق میفته. خب حتی اسمم براش نذارید. خب یه کسایی گفتن خب این که اگه هزار بار داره اتفاق میفته، خب یه اسمم براش بذاریم که بتونیم بهتر دربارش صحبت کنیم. میتونین اسم بذاریم، میتونین اسم نذاریم. یه ذره برای بعضیا راحت تره که اگه اینا رو مطالعه کنن چندین بار اون روندهای غلط استدلالو که چندین بار میاد، برای بعضیا راحت تره که اینجوری یادشون بمونه که آها. ولی ببین مهم این نیست که، مهمتر از این برای اینکه این مغلطه ها کاربرد داشته باشه به نظر من، مهمتر اینه که ببینیم چرا این مغلطه است، چرا غلطه، چرا این روش استدلال. چون اگه چراشو بفهمیم حتی اگه اسمش هم یادمون بره بهتر باعث میشه که این مغلطه ها رو خودمون انجام ندیم یا اینکه بتونیم شناساییش بکنیم. نمیدونم، آره بعضی وقتا کمک میکنه کلا شناختن مغلطه و اینا رو، ولی بعضی وقتا هم هست که مثلا فرض کن
طرف مقابل داره صحبت میکنه، مثلا فرض کن ممکنه یه جایی از روی احساسات یه کمی مثلا مبالغه بکنه، آدم مثلا دست رو بذاره دقیقا رو هم نقطه بگه چه چرا اینجا مثلا فرض کن مغلطه تعمیم به کل انجام دادی، در حالی که این ماجرا مثلا فرض کن استثناءهایی مثلا داره، در حالی که مثلا هر دو طرف میدونن که اون استثناءها وجود دارن، ولی اون تو اومدی اون مغلطه رو چیز کردی و در حالی که هر دو طرف میدونستن، ولی گیر میدی به اون. مثلا فرض کن منظورم اینه که بعضی چیزا هست آدم هر دو طرف میفهمه که مثلا یه موضوعی ممکنه خیلی شسته رفته نمیشه به نظر من همه چیزو بیان کرد. حالا بگذاریم. نه من قبول دارم، من قبول دارم یه مشکلی هست که با این مغلطه ها اینه که بعضیا استفاده‌ای که میکنن ازش اینه که فقط اسمشو میارن فکر میکنن تموم شد بردن. نمی‌دونم چه. میندازن وسط صحبت کردن اسم مغلطه رو میندازن وسط، انگار مثلا یک داریم پوکر بازی میکنیم این کارت برنده‌شون تموم شد. اصلا توضیح نمیدن که چرا اون مغلطه است. فقط اسم میارن میگن تموم شد. آره خب آره این آره این استفاده اینجوری هم از خودمونم منم بعضی موقع این روش استفاده غلطو دارم. مثلا ببین فالس انالوجی چی میشه؟ میشه مثال مال فارغ، درسته؟ مغلطه تمثیل نابجا رو داری میگی. آره ولی فکر کنم بقیه چیز دیگه میگن. من هر موقع مثال میزنی یه کسی میاد میگه که این اون مغلطه است، من میگم خب چرا اون مغلطه است؟ میگه خب چون مثال زدی. خب مثال زدن که همش که مغلطه یه مثال فالس انالوجی نمیشه. خب ولی آره یعنی بعضی ببین، ولی خب کسایی که مثلا اسم این مغلطه ها رو یاد میگیرن و خوب ازش استفاده نمیکنن همون کسایی هستن که قبلا هم بدون این اسم بدون دونستن این مغلطه ها هم این خیلی خوب استدلال نمیکردن. یعنی چیزی رو من فکر نکنم از کم کرده از کسی تا حالا، من نمیدونم، شایدم کرده باشه. نمیدونم. حالا بریم سراغ یه صحبت که میخواستم بکنم باهات. یه کلمه بعض وقتا به کار میبری به نام میگی حساسیت زدایی. و مثلا توی زمینه مثلا من دیدم مثلا درباره سلام میگفتی که من اصلا اینو به کار میبرم به خاطر یه عده تعصب دارن به مثلا فرض کن عرب ها و ما اینو به کار میبریم که اصلا حساسیت زدایی بشه. این حرف کاملا اشتباهه به خاطر که من میتونم برات یه مثال دیگه بزنم. مثلا بگم خب من فکر میکنم یه عده مثلا تعصب دارن به مغول‌ها، یه عده دیگه تعصب دارن به چینی‌ها، پس ما بیاییم از این بعد لغات چینی و مغولی هم خاطی کلمات فارسی بکنیم و اینجوری تعصب اونا کمتر میشه، در حالی که این اصلا یعنی خراب کردن زبان، یعنی اون چیز کلی زبان یه چیزیه به نظر من. باید کل اون قضیه رو بین اصلا اون تعصب چیزی حساسیت دودایی و اینا به نظر من اینجوری که آدم بخواد یک فرم رو کلن عوض کنه به خاطر یه عده مثلا میتونه دقیقا مورد سوء استفاده جمهوری اسلامی بشه. مثلا نگاه کنه بگه خب ملت رو چی حساسن، پس من در دست میزنم رو نقطه حساس و یه کاری میکنم که اونها بخوان گیر بدن به این قضیه از یه موضوع دیگه کاملا منحرف بشن. نظر چی در بینید؟ خب اولا زبان عوض شد، از زبان که عوض بشه معنیش نیست که داره خراب میشه، بخاطر اینکه زبان همیشه عوض داره میشه. خب زبان فارسی هم هیچ وقت اینجوری که بود همیشه عوض شده، همه زبان ها تو طول تاریخ به طور مداوم دارن عوض میشه، این خراب کردن زبان نیست. خب ولی خراب کردن، ولی ما از کاربردی، من اگه کلمات های فارسی صحبت کردنم کلمه چینی استفاده کنم که کسی نمیدونه منظورم چیه، این کاربردی نداره، همه رو هم گیج میکنه. من منظور بذار من آریا جان صحبتم تموم شد میشه، کسی هم نمیفهمه من منظورم چیه، دلیلی هم نداره. روش ارتباط برقرار کردم با کسایی که چینی صحبت نمیکنن، من اگه کلمه چینی استفاده کنم نمیدونم دلیلش چیه. خب ولی خب اگه یه موقع یه کلمه چینی یه دفعه تو ایران مد شد و همه هم خوششون اومد استفاده کردن، خب چرا که نه استفاده میکنیم. و من یه چیز دیگه، من چیزی رو عوض نمی کنم، سلام تو زبان فارسی هست، استفاده هم میشه،
خیلی هم اتفاقا از درود و اینا درود بیشتر استفاده میشه. من چیزی رو عوض نکردم، من هم چیزی رو استفاده میکنم که همه منظورش رو میدونن و خیلی هم رواج داره تو ایران. من به زور چیزی رو قرار نیست عوض بکنم، من فقط دارم همسر میخواب. یکی این، یکی هم من وقتی حساسیت زدایی میکنم، حساسیت زدایی میکنم از چیزی که مردم حساسیت دارن بهش ولی هزینه ای نداره. خب مثلا من مثلا مردم اگه به جرم و جنایت حساسیت داشته باشن، مثلا من نمیام بگم بیام حساسیت زدایی بکنیم که مردم به آدم کشی مثلا حساسیت نداشته باشن. خب من به نظرم حساسیت وقتی به یک، من از لحاظ اخلاقی به نظرم یه سری چیزایی هست که ما بهش تعصب داریم، یعنی که مثلا ممکنه بعضی بهشون چندششون بشه، یعنی که حالشون دوست نداشته باشن، سلیقه‌ای بعدشون بیاد، ولی هزینه ای نداره. و چون هزینه ای نداره، این من از لحاظ اخلاقی چون فایده گرا هستم، میخوام یه روش استاندارد، یه معیارهای اخلاقی فایده گرایی رو تبلیغ بکنم. برای من هر چیزی که تو جامعه بهش حساسیتی وجود داره بدون که هزینه ای داشته باشه، من میخوام از اونها حساسیت زدایی کنم. مثلا هم چیزای جنسی و اینا که خیلی ها مثلا حساسیت دارن بهش ولی هزینه ای نداره، تازه حساسیت خودش هزینه داره، از اونها حساسیت زدایی میخوام بکنم. و چیزایی که مثلا منشأش مثلا میتونه نژاد ستیزی باشه یا غرورای بیجا باشه، تعصبای بیجا باشه، اینا نه تنها هزینه نداره، خود حساسیت هزینه داره. یعنی چیزی که اینا بهش حساسیت دارن هزینه نداره ولی خود حساسیت هزینه داره. برای از اون چیزا فقط من میخوام حساسیت زدایی کنم، نه از هر چیزی که مردم بهش حساسیت دارن. خب یعنی که استفاده های کلمه های مثلا چینی وسط صحبت کردن فارسی، این اتفاقا هزینه برای چی؟ این کاربردی نداره، تازه قاطی پاتی هم میکنه، کسی منظورمو نمیفهمه، تازه استفاده ازش. من به چینی که به زد چینی که نیستم که، من به این حساسیت ندارم، من از کاربردی نمیدونم چرا یه همچین کلمه‌ای رو وسط. اتفاقا اگه یه دفعه دیدیم چینی ستیزی خیلی زیاد شد تو ایران، من حالا به یه روش دیگه استفاده میکنم برای استفاده از حساسیت زدایی نسبت به اون چیزا، نه برای خاطر اینکه چون ما کلمات چینی تو زبانمون استفاده نمیکنیم، اینجوری نیست که بیام پس من آرمین میاد حرف کلمات چینی استفاده میکنه به خاطر اینکه حساسیت زدایی بکنه، این چین ستیزی رو از بین ایرانی به کمی و معنی نداره. من میفهمم، من دارم چرا کلمات چینی استفاده میکنم، کسی از این روش استفاده نکرده. خب میام یه روش دیگه پیدا میکنم، میام میگم نشون میدم که مثلا چه میدونم چقدر مثلا میام صحبت میکنم دفاع از مردم چین مثلا، خب نه از دولت چین، من خودم به شدت علیه دولت چین هستم، ولی مثلا میام صحبت میکنم دفاع از مردم چین و این باعث ممکنه بشه حساسیت زدایی بشه. ولی خب کلمه سلام استفاده کردنش این چیزی هست که خودمون دیدیم خیلی حساسیت داره. کسی من تا حالا ندیدم من بیام بگم نی هم و بعد مردم بگن ای نگو آرمین تو مگه ایرانی نیستی، من همچین حساسیتی ندیدم. برای هم معنی نداره من بیام کلمه چینی استفاده کنم. اگه یک کمپین، اگه مثلا یه اتفاقی افتاد، مثلا یه شور چینی اومد بعد مردم شروع کردن گفتن نی ها به هم دیگه تو ایران، بعد مردم گفتن نگین این کار اشتباهیه، اون موقع من ممکنه بگم. ولی همینجوری وسط اصلا بی‌معنیه من همینجوری بیام کلمه چینی استفاده کنم برای چی؟ یعنی مثالی که میزنی، دلیلی که اون کارو نمی‌کنم برای اینکه کاربردش، یعنی روشش فرق میکنه، کاربرد کلمه استفاده کردن از کلمه سلام توی ایران هزینه ای نداره. خب برای همین فرق داره از اون لحاظ. بفهم نه نگاه کن، مثلا میگم که فرض کن یک نفر فکر میکنه که مثلا ایرانی ها در مقابل مثلا فرض کن از دید خودش در مقابل مثلا چینی ها یا مغول ها نژاد ستیز هستن، حالا این شخص میخواد به اصطلاح خودش مثلا فرض کن حساسیت زدایی کنه، میاد چیکار میکنه؟ میاد مثلا فرض کن یه سری کلمات خیلی خیلی روزمره رو از خودش ور میداره و توضیح میده به مردم و میگه من از این بعد اصلا میخوام این کلمه رو چیز کنم. این از اولی که باعث حساسیت زدایی که نمیشه که هیچ، بلکه زبان فارسی رو هم خراب میکنه. یعنی اینجوری نیست که حالا مثلا تو میگی که زبان خودش یه چیز دینامیکه، هست، ولی به هر صورت اون مردم کشور هم خیلی تأثیر دارن روی اینکه چی باب بشه و چی باب نشه، یعنی به هر صورت اونا هم تصمیم میگیرن، یعنی خود مردم
یک کشور است. اگه یه نفر بخواد دائم از یک کلمه استفاده کنه، یواش یواش اون کلمه جا میفته بین مردم، حتی اگه خب پس یه مغولستانی باشه. خب پس من اگه پس منم میتونم تعیین کنم دیگه. من اگه خب این میگی که این خراب نمیکنه، دینامیک هست، ولی مردم تعیین میکنن که چه کلمه‌ای استفاده بشه. خب پس من اگه کلمه خارجی استفاده کردیم و این رواج پیدا کرد توی ایران، این تصمیم ما بود دیگه. یعنی مردم دارن تصمیم میگیرن این کلمه رو رواج بدن، این خراب کردن زبان نمیشه. ببین اکثر کلماتی که تازه اکثر کلمات، ببین همه هر زبانی از پر از کلمات و لغاتی که از خارج مردم اون، ببین اصلا خود زبان فارسی از همون اولش یک زبان ایندو یورپین هست که از جاهای خارج از ایران اومده، از همون اوایل تاریخ و بعد تمام طول تاریخ هم تحت تاثیر زبان‌های دیگه قرار گرفته، یا به خاطر اینکه ایران جاهای دیگه رو فتح کرده و تحت تاثیر مردم اون کشور قرار گرفته، یا یک کشورهای دیگه اومدن ایران رو فتح کردن و اونا تحت تغییر لغت‌های یعنی زبان مردم ایران شدن. این همیشه اتفاق افتاد، این خراب کردن نیست، این تغییر زبان همیشه هم اتفاق میفته. مردم هم یک کلمه هم رواج پیدا بکنه، خب مردم خودشون تعیین کردن که دارن از کلمه استفاده میکنن، منم جزو مردم هم دیگه، پس منم میتونم بگم سلام، منم دارم تعیین میکنم که چی جوری دوست دارم، چی جوری بتونم بگم، یعنی چی جوری سلام کنم بینم. نگاه کن، هدف اینه که یک چیزی باشه مثلا که به کل یک کشور سود بده و مثلا به نفع همه باشه، ولی مثلا اضافه کردن کلمات مثلا خارجی ممکنه به در یه زبان مثلا فارسی ممکنه به نفع، نمیگم حتما، ولی ممکنه به نفع زبان فارسی نباشه. اصلا مثلا فردوسی وقتی شاهنامه رو نوشت برای چی اومد گفتش که زنده کردم زبان فارسی رو؟ به خاطری که این یعنی ساختن یک کشور، زبان یا مثلا چیزهای دیگه که در یک کشور وجود داره وقتی که تکامل پیدا میکنه، به راه درست تکامل پیدا میکنه. اگه مثلا قاطی بشه، مثلا فرض کن گرامر عربی قاطی میشه با فارسی، نمیدونم افعال مثلا فعله و فعلو و این چیزا همه اینا قاطی میشه با اون زبانی که فرمش یه جور دیگه بوده. مثل اینه که مثلا شما داخل مثلا خورش مثلا قیمه درست کردی، حالا مثلا داخلش دوتا کرفس و این چیزا هم انداختی، یعنی نمیخورن به هم دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه اونا فرم گرامرشون از یه جای دیگه تکامل پیدا کرده و مثلا فرض کن ممکنه اصلا الان مثلا فرض کن شما یک نامه های اداری ایران رو ببین فقط عربی از بالا تا پایین عربی. خب ببین مثالی که میزنی زبان آخه خورش که نیست. خب نمیتونی بگی چون تو خورش، من تو خورش اگه شکلات بندازم بد میشه، برای همین زبانم نباید قاطی بشه. ببین زبان فارسی، همون زبان فارسی فردوسی، خب همون چیزی هم که فردوسی نوشت، کلی کلماتی که استفاده میکرد از جاهای دیگه اومده بود. حالا ممکنه از عرب نیومده باشه، ولی از جاهای خارج از ایران اومده بود، از هند و از یونانیان و از جاهای دیگه اومده بود. کلمات فارسی همیشه تحت تاثیر زبانهای دیگه قرار گرفته و زبانهای دیگه هم تحت تاثیر زبان فارسی قرار گرفته. شما چیز ستاره به انگلیسی چی میشه؟ خب این از فارسی اومده، درسته؟ بکنم ستاره شده ستار. خب آره ستاره ما بوده که شده. ببین مادر از مادر اومده، فادر خب پادر بوده، درسته؟ پدر بوده. اینا همشون از زبان اولیه ایندو آریایی خود همین ایران، همون کسایی که حالا بعدن رفتن ایران، اینا اونا از اینا همش از همون جا اومده. چرا اینا حساسیت ندارن؟ چرا مثلا بقیه جای دیگه نمیان میگه که ای ما چه داره میگیم ستار، این ما این از ستاره مردم ایران اومده، ما نباید این استفاده کنیم. این چه حساسیتیه؟ من نمیدونم، ما یه مقدار مشکل داریم. ما فکر کنم یه مقدار مشکلی که داریم اینه که به جای اینکه بیایم نگاه کنیم که چه چیزایی رو باعث پیشرفت کشور میشه، یه تعصبای خاصی داریم به یه فرهنگ قدیمی که داشتیم الان دیگه نداریم، به خاطر اینکه یک زمانی یه امپراتور، ممکنه فکر کنم از اینجا نمیدونم درست یا نه، یه زمانی یه امپراتور قوی بودیم، به فرهنگ باستانمون انقدر افتخار داریم میکنیم که به جای اینکه جلو رو نگاه بکنیم همش داریم برمیگردیم عقب نگاه کنیم.
همه دنیا داره میره جلو، دارن روش واقعی پیشرفت رو پیدا میکنن، ما همش گیر داریم این که آها زبونمون چقدر با ارزش، زبونمون یه موقع عوض نشه. خب یعنی دنیا داره میره فضا، ما داریم میخوایم چیزی که از قبل داشتیم هی نگه داریم به جای اینکه همینجوری پیشرفت بکنیم. یه حساسیت‌های خیلی من همه خب دلیل این که حالا باید این عوض نشه چیه؟ آها برای اینکه اگه تو خورش مثلا شکلات بندازیم بدمزه میشه، پس اینم همونه. آخه این چه دلیلیه؟ من نمیفهمم. نگاه کن دقیقا اونا همه این چیزها رو حل کردن که تونستن برن بالا، یعنی اونها دقیقا تمام این قدم هایی که ما بر نمیداریم، ما کشور با منطقی نیستیم. اول که من اینو بگم که من اصلا منظورم این نیست که مثلا کسی نباید بگه سلام. سلام کلمه که بالاخره وارد چیز شده، وارد زبان فارسی شده از خیلی وقت پیش و مردم آزادن هر جایی که دلشون خواست صحبت کنن، ولی از دید من مثلا کسایی که مثلا سعی میکنن فارسی رو یه مقداری بهتر نگه دارن، اونها اتفاقا کسایی هستن که دارن کمک میکنن به این زبان. ولی علت اصلی که من مثلا خیلی تمرکز دارم روی مثلا موضوعات چیز جزئیات این مدلی اینه که جمهوری اسلامی همه چیز رو به نفع خودش تغییر داده، یعنی و اینقدر قوی هست و که مثلا الان شما ممکنه خیلی ها مثلا ممکنه فکر کنن جمهوری اسلامی یک سال دیگه میره، دو سال دیگه میره، پنج سال دیگه میره، ولی به صورت واقعی اگه که مثلا ما بخوایم جمهوری اسلامی رو واقعا بذاریم کنار، میبینی یه کار خیلی 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 سختیه. به خاطر این موضوع که این کار بسیار بسیار سخته، ماها و کل ایرانی ها باید از هر چیزی که میتونن استفاده بکنن تا جمهوری اسلامی تضعیف بشه. وگرنه این که مثلا فرض کن شما وقتی در کل دنیا رو نگاه میکنی، یعنی از تمام کشورهای اسلامی چند تاشون موفق شدن از اسلام به سمت سکولاریسم و این چیزا که ما هممون داریم شعارشو میدیم برن، میبینیم که تقریبا هیچی. ولی مثلا از سمت مثلا دین های دیگه موفق شدن، ولی از سمت اسلام موفق نشدن، چون اسلام واقعا همه چیز رو عوض میکنه به نفع خودش. برای اینکه این اتفاق میفته، من میگم که باید آدم همه چیز رو سعی کنه همه اینا رو. صادق هدایت یه کلمه میگه که دوست دارم هر چیزی که به خوردم دادن رو روشون بالا بیارم، داخل یکی از جملاتش. به خاطر همینه، به خاطر اینکه اون درک میکنه که ما باید همه این چیزایی که خراب شده توی مثلا کشورمون، این چیزا یکی یکی بتونیم همه اینا رو جبران کنیم و برگردونیم، و برای همین باید از تمام اون چیزایی که میتونیم استفاده کنیم، حالا هر چی میخواد باشه. اگه مثلا شده تمام لغات‌های مذهبی رو حذف کنیم از دایره لغاتمون و سعی کنیم منطقی فکر کنیم و منطقی تصمیم بگیریم، این چیزا این باعث پیشرفت کشورمون میشه نظر من. و اینکه یه جا گفتی که هیچ کسی من هیچ کس رو نگفتم در چیز. ولی خب بذار اینو یادت نره، اینو یادت نره، بذار من در جواب این صحبتت بدم. ببین یه مشکلی که داریم اتفاقا همین حرفی که تو زدیه، برای اینکه تو الان گفتی که گفتی اسلام، خب ما داریم درباره کلمه سلام صحبت میکنیم که یه لغت مثلا عربیه. خب ما یه مشکلی که داریم اینه که اسلام ستیزی بعضیا باعث عرب ستیزی شده، یعنی ما میگیم نیام بگیم سلام به خاطر اینکه اسلام به ضرر ما شده. من اتفاقا خیلی میخوام ما عرب دوست بشیم و این عربا رو دشمن خودمون، چون که علیه اسلام هستیم، موقع عربا رو دشمن خودمون حساب نکنیم به خاطر همچین حرفی. خب یعنی این جدایی، این که میگیم اها ما اسلام استفاده نکنیم به خاطر اینکه اسلام همه چی رو گرفته، اسلام خیلی کشور رو داغون کرده و اینا، هم تایید حرف منه که اتفاقا ببینیم ما کلی عرب هایی داریم که سکولار هستن، بی خدا هستن، اسلام ستیز هستن، و حتی عرب های مسلمان هم بالاخره اینا خودشون قربانی اسلام شدن. ما اتفاقا دوست داشتم که ما بیشتر مثلا زبان عرب، من خیلی حیفه به نظرم که من توی ایران یا فقط یاد گرفتیم که چجوری امتحان عربی رو پاس بکنیم، ولی یه جمله عربی الان من نمیتونم صحبت کنم. این همه سال ما عربی خوندیم تو ایران و هم نمره هم اتفاقا اکثرش خوب بود، مگه اینکه
آره آخرش دیگه خوب نبود ولی اکثرش خوب بود. ولی یعنی تونستیم همه امتحانمون عربی بدیم، پاس هم بشیم، نمره خوبم بیاریم، ولی هیچ وقت ما یاد نگرفتیم که چجوری اصلا ما یه نفر عربی صحبت کنیم. من نمیدونم چجوری این همه سال هدر رفت. یعنی حیف چقدر من میتونستم توی اسلام ستیزیم قوی تر بشم اگه میتونستم رابطه برقرار بکنم با عرب زبان ها. یعنی اگه ما علاقه داشتیم به زبان عربی که یاد بگیریم خیلی قوی تر میشد کارمون علیه اسلام. و اینکه عرب و اسلام رو با هم یکی بکنیم خیلی برای ما هزینه خواهد داشت برای کارهای آگاهی سازی اگه بخوایم انجام بدیم. خب و دشمنیمون هم با یک نژاد ممکنه زیاد بکنه و اینم خیلی خطرناکه. یکی این، یکی دیگه هم این که ما اگه میگین که ما اگه میخوایم با اسلام و جمهوری اسلامی بجنگیم باید با همه چی بجنگیم، کلمات هم استفاده نکنیم باعث میشه که بتونیم بجنگیم. نه این ببین این یه احساس، این یه کاری هست که هیچ سودی بر علیه جمهوری اسلامی یا علیه اسلام برای ما نداره و اتفاقا هزینه هم داره علیه اسلام و علیه جمهوری اسلامی، برای اینکه یه احساس دلخوشی بهمون میده که یه کاری کردیم. یعنی مردم خیلی فکر میکنن که مثلا به جای سلام دارن میگن درود، آها اینا یه فعالیتی کردن مثلا علیه جمهوری اسلامی، او نشون جمهوری اسلامی رو نشون دادن. یعنی خیلی یه احساس میکنن که کارشون دارن میکنن دیگه، دارن به جای سلام دارن میگن درود. خب یه احساس خوشی بهش دست میده و این احساس خوشی باعث میشه که مثلا یه سری، فقط همینم نه ها، خیلی چیزای سیمبولیک دیگه هست، نمادی دیگه هست که خیلی ها فکر میکنن با این کار دارن کمک میکنن علیه جمهوری اسلامی و این احساسی که میکنن فکر میکنن دیگه کاری که باید انجام میدادن رو کردن و اینو فعالیت سیاسی میدونن و باعث میشه فعالیت های سیاسی که باید انجام بدن و به ما کمک کنن رو نکنن، برای اینکه فکر میکنن کارشون رو دارن میکنن دیگه. مثلا یک چه میدونم عکس کوروش گذاشتن به جای سلام دارن میگن درود، عید که میشه به جای قرآن دارن شاهنامه میذارن. اینا دیگه همین دیگه، هم با همین کارا دیگه جمهوری اسلامی همین فرد پس فردا قرار سقوط کنه. یعنی این دلخوشیایی که با این کارا دارن فعالیت سیاسی میکنن برای ما اتفاقا به نظر من میتونه هزینه داشته باشه، برای اینکه با این کارای نمادی خیلی باعث میشه که نیان وارد میدون شن واقعا جنگ درست حسابی بکنن، یه فعالیت درست حسابی بکنن. مثلا دیندارایی که فکر میکنن که مثلا یه جا سیل میاد دعا میکنن برای کسی و فکر میکنن به جایی که مثلا خرجی بکنن کمکی بفرستن یه دعا میکنن و بهش احساس میکنن که فعالیتی که باید میکردن کردن و یه کمکی کردن. این اتفاقا این دعاها باعث میشه که مثلا ممکن بشه کمک مالی کمتر بشه، برای اینکه بعضی میگن من دعامو کردم. البته اینو من تو مسیحی ها مثلا خیلی دیدم. خب و من فکر میکنم این ممکنه همچین تاثیر منفی هم داشته باشه، یعنی جایگزین فعالیت های واقعی باشه. آریا جان نگاه کن، به نظر من کاری کردن بهتر از هیچ، یعنی اگه آدم بتونه یه کاری انجام بده بهتر از اینه که هیچ کاری نکنه. و به نظر من کسی که اینقدر براش اهمیت داره که مثلا حتی به لغاتش هم دقت میکنه که مثلا فرض کن لغات درست استفاده کنه، لغات مذهبی استفاده نکنه، یه همچین شخصی مطمئن باش اگه از دستش بر بیاد توی زمینه‌های دیگری هم مطمئناً فعالیت میکنه. ولی تو از عموم مثلا فرض کن 70 میلیون جمعیت که مثلا فرض کن الان هیچ کاری نمیتونه، اینا که نمیتونن بلندشن برن مثلا تو خیابون سریع انقلاب کنه، ها میگیرن میکشنشون، مثلا هیچ کاری براشون نداره. ولی حداقل کاری که میتونن بکنن اینه که از همه اون امکاناتی دونه دونه اون امکاناتی که دارن از همشون استفاده بکنن و بتونن اینا رو بتونن اون جو مذهب زده‌ای که در ایران وجود داره. مثلا تو اون سری گفتی وقتی یه نفر میگه خدافظ هیچ کس به این فکر نمیکنه که خدا مثلا حافظ تو باشه و اینا، در صورتی که مثلا حتی مادر بزرگ من وقتی با من صحبت میکنه به من میگه خدا حافظ و ناصرت. اون شکلی با من صحبت و مثلا با خیلی از بچه هم واقعا این شکلی صحبت میشه، حتی در کلاس های دینی چه میدونم پرورشی این چیزا معلم ها دقیقا هدفشون اون کسایی که دینی هستن میان و از خیلی از این چیزا استفاده میکنن و مخشویی میکنن. ولی اگه مثلا آتیست های کشور بتونن یواش یواش، نمیگم مثلا چه میدونم باید این شکلی باشه، ولی همینقدر که سعی کنن، همینقدر که یواش یواش سعی کنن و کلماتشون رو درست به کار ببرن و کلمات صحیح رو به کار ببرن،
هم باعث دقیق فکر کردن خودشون میشه و هم باعث توجه دیگران میشه که نگاه کن مثلا چرا فلانی مثلا فرض کن دیگه نمیگه انشالله ماشالله چندم خدا دیدم به خیر کنه خدا بزرگی فلان، از این کلمات چرا استفاده نمیکنه؟ این باعث میشه که بدونی که بخواد حرف بزنه، بخواد خودش درگیر حتی خیلی از موضوعات بکنه، میتونه دیگران آگاه کنه که من به این مزخرفات اعتقاد ندارم و این تبلیغ بزرگی برای این. من اینو جواب میدم بعدم حرف آخرتو بزنم، بعد 262 هم الان منتظره، بعد برم سراغ. خب یکی این که حرف اول درباره این که ما میتونیم نشون بدیم که با مزخرفات نیستیم و یا تبلیغ بکنیم که علیه جمهوری اسلامی و اینا هستیم، با یک کار کمی هست که به جای مثلا سلام بگیم درود. خب شما الان نگاه بکنین که این هم ما عرب زبان داریم، عرب زبان، اصلا فقط عرب زبان نه، عرب، خب عرب ایرانی داریم تو ایران که الان هم دارن با بقیه ایران متحدن علیه جمهوری اسلامی خیلی هاشون، خب تو خوزستان و اینا. خب شما فرض کنین که الان ما میخوایم همه با هم متحد بشیم علیه جمهوری اسلامی، شما فرض کنین که بقیه ایران، خب چه پیغامی دارن به این عربای ایرانی میدن که دارن دنبال همبستگی هستن با بقیه ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، که ما داریم بهشون مثلا بگیم که ما برای جنگمون علیه جمهوری اسلامی این کلمه زشت سلام رو استفاده نمی کنیم و میگیم درود؟ مثل یه ایرانی واقعی، یه ایرانی ما، این ایرانیه، این سلام دیگه چی چیه؟ خب یعنی این به نظر من نه تنها یه فوش فقط علیه جمهوری اسلامی نیست، این یه فوش هم هست مثلا به مردم خوزستان یا بقیه عربای ایرانی. یعنی شما، یعنی ایرانی که ما میخوایم ایران شما نیست، ایرانی که ما میخوایم ایرانیه که ما میگیم درود نه سلام. خب یعنی ما چه برداشتی خواهد داشت یک عرب ایرانی از این حرف؟ خب اگه شما میخواین اتحاد و همبستگی به وجود بیارین علیه جمهوری اسلامی، شما اتفاقا باید به عربای ایرانی بهشون نشون بدین که ایران، ایرانی که ما میخواییم ایران عربا هم هست. خب ایرانی که ما میخواییم ایران عرب هم هست و ما هیچ حساسیتی با سلام ایرانیان عرب نداریم، اتفاقا سلام بر تمام ایرانیان عرب. خب برای همین به نظر من مخصوصا الان کاربرد این که شما حساسیت داشته باشین به یک کلمه مثل سلام اتفاقا خیلی پایین هست نسبت برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی. شما ما میخوام نشون بدیم اتحاد داریم با همه بقیه کسایی که علیه جمهوری اسلامی هستن، مخصوصا الان با عربان ایرانی. خب یکی این، یکی دیگه هم من فکر کنم گفتم هیچ کس، من اگه گفتم اشتباهه، خب من معمولا یادم میره دقیقاً چی گفتم، ولی معمولا من فکر کنم حواسم هست که بگم تقریبا هیچ کسی، من حواسم هست که من معمولا سعی میکنم حواسم باشه که کلیگویی نکنم، هرچند گاهی هم کلیگویی میکنم مش خودم رو بعضی موقع میگیرم، اگه اون دفعه نگرفتم بگین که من اشتباه کردم، خب من چون یادم میره قبلا چی گفتم، ولی من فکر کنم گفتم که تقریبا هیچ کس منظورش وقتی میگن خداحافظ منظورش خداحافظ شما نیست. خب من هیچ وقت این حرفی که شما زدید رو، تا من بالاخره 20 سالم تو ایران زندگی کردم دیگه، من این چیزی که شما گفتین که مادر بزرگ شما گفته رو تا حالا هیچ وقت نشنیدم. خب فکر نکنم کسی هم تا حالا، اگه نی شما یه مثال زدین در مورد مادر بزرگتون میان میگین اینو دارین استفاده میکنین برای اینکه خب نه، مردم واقعا منظورشون وقتی میگن خدا حافظ واقعا منظورشون اینه که خدا حافظ تو بشه. خب این چه دلیلی؟ من یعنی چند نفر اینجوریه؟ من حتی مردم دینی هم وقتی میگن خدا حافظ اصلا به فکر خدا نمیافتن اکثرشون. حالا شما یه مثال پیدا کردین یه نفر اینجوریه، اینو میخواییم بگین که نه پس مردم اکثرشون خیلی کی اینجوری فکر میکنه؟ من هیچ وقت تجربه ندارم کسی اصلا فکر خدا رو بکنه وقتی داره میگه خداحافظ به کسی تو ایران. حرف آخرتو بزن آریا جان، من برم بعدش سراغ 262. به نظر من به شخصه مثلا مشکل نجات پرستی اونقدر مشکل ایران نیست، یعنی مثلا نجات پرستی یه چیزیه که بیشتر در خارج از ایران دیده میشه و مثلا توی ایران بیشتر شاید مثلا یه سری مثلا جوکای قومیتی اینا ممکنه شنیده بشه که اونم از سر ناآگاهیه و نه از سر نجات پرستی، در حالی که مثلا ایرانی ها در بین تمام مردم کشورهای دیگه دنیا مثلا کسایی هستن که بیشتر از هر کسی
به مهمون خودشون بیشتر از خودشون اهمیت میدن و برای همین من فکر نکنم نجات پرستی اصلا کلمه درستی در ایران باشه، بیشتر در خارج معنی پیدا میکنه. ببین به نظر تو، یعنی هیچ آماری نداری احساس داری؟ نظر منه فقط، ولی خب نظرت کاملا اشتباهه. چیزی که میبینی معیار نیست، چیزی که میبینی آمار نیست، چیزی که میبینی اصلا دلیل نداره، تجربه شخصی. نجات پرستی به شدت تو ایران زیاده، به شدت تو ایران زیاده. مثلا چه نجات پرستی؟ نجات ستیزی علیه عرب، علیه یهودیان، علیه افغانیان و حتی نجات ستیزی و دیگه درباره لورها، درباره ترکا نجات ستیزی به شدت زیاده، کردان نجات ستیزی علیه کردان، ولی بیشتر از هر کدومش علیه عرب ها به شدت نجات ستیزی. اصلا نجات ستیزی انقدر رواج داره، من اصلا نمیدونم اصلا این راست کجا درباری رواج نجات ستیزی تو ایران. حالا یه چیزی هم خودتو میتونی کنم، من اینکه خیلی هیسیس میکنم وقتی من افتاد میکنم، نجات ستیزی نه تنها تو ایران به شدت زیاده، اصلا تا یک زمانی استثنایی بود که کسی یک ضد عرب نباشه. خب اصلا عجیب بود، یعنی واقعا استثنایی بود تو یه مدتی اگه کسی ضد عرب نباشه، یعنی اینقدر نجات ستیزی تو ایران رواج داره. حالا شما هم باور نکن، آمارش هست. خب آمارش هست که ایران به شدت نجات ستیز هست مردمش، ولی یه چیزی هم خوب کسی بگم، سالیان تو چند سال گذشته کمتر شده ولی هنوزم به شدت زیاده. بدترین کشورم نیست، بدترین کشور یه مدت زیاد هند بود، الان فکر کنم عوض شده یه کشور دیگه است، ولی ایران یکی از بدترین کشورها هست برای نژاد ستیزی. و شما میتونید بگی نه، ولی خودتون ببینید خیلی کسای، یعنی واقعا یه نفر بگی نژاد ستیزی تو ایران کمه، نشون میده که به نظر من تعصبشون به ایران، افتخارشون به ایران واقعا کورشون کرده. خب یعنی چی؟ یعنی من ضد ایرانی هم؟ ممکنه هر چیزی دو طرف داره دیگه، شاید این وری باشه شاید اون وری باشه، دلیل نداره که مثلا فرض کن من که دارم میگم مثلا فرض کن من که دارم میگم نجات پرستی در ایران تقریبا مثلا اون معنی واقعا قوی رو نداره، مثلا فرض کن تعصب از منه، یا اینکه مثلا فرض کن تو داری روی حرف خودت تعصب نشون میدی که نه نجات پرستی خیلی قوی، در حالی که مثلا من دارم میگم که توی ایران درباره همه این چیزایی که تو مثال زدی، درباره مثلا عرب‌ها، درباره عرب‌ها علتش اینه که کسایی که دارن میگن مثلا فرض کن نجات پرستی در ایران وجود داره، اون افرادی رو مثال میزنن که مثلا فرض کن میگن خب عرب‌ها 1500 سال پیش مثلا فرض کن به ما مثلا حمله کردن، پس در این صورت چیز هست، در حالی که مثلا فرض کن شما مثلا پولونیا، یعنی در واقع لهستانیا رو هم نگاه کنی، درباره آلمانیا مثلا اصلا خوششون نمیاد، به خاطر که با هم دیگه خیلی شدید چیز داشتن. آره جان این آمار، خب این آمارا میگن که این آمارا مستند، آمار دوست نداری، فقط احساسات خودت رو دوست داری. بذار من این آمار فقط نشون بدم. از کجا جمع میشه این آمارا؟ یه چیزی هست که میگم قبلا هم درباره موضوع صحبت کردم، تو خیلی مطمئن هستی به تمام این آمارها، در حالی که تو باید به این فکر بکنی که این آمار دقیقاً چه شکلی جمع شده و با چه طرز فکری. بله من اوناش هم چک کردم، درباره این اونارم چک کردم، ولی بگین یه چیزی هم که تو همش میگی اینه که من مطمئنم. خب من همیشه هزار بار توضیح دادم هیچ کدوم از اینا اطمینان نداره، خب ولی اطمینان من به طور قطعی به هیچ چیزی ندارم، به هیچ چیزی ندارم، ولی اطمینانم با آمار از احساسات آریا بیشتره. اینکه آریا میگه من نظرم اینه، خب فکر میکنم، احساس میکنم. بذار من حرفم تموم شه آریا جان. خب حتی این آمار، همه این آمارا نقص دارن، مارجن آف ارور دارن، مشکلات خودشونو دارن، ولی احتمال درست بودن آمارایی که خوب طراحی شدن، خب البته اینم فقط یه آمار نیست، ما آمارای مختلف، یعنی یه چیزی هم بگم، احتمال درست بودن این آمار بالا میره وقتی که میبینی که نقشه هایی که میکشن که نشون میدن مثلا نجات پرستی کجا زیاده، به طور مستقل روش‌های مختلفی که اینا اندازه‌گیری می‌گیره، وقتی که شبیه هم میشن
یعنی فرض کنید یه نفر میاد یه روش اندازه‌گیری رو استفاده میکنه و یه نفر میگه به طور کاملا جدا یه روش جدید یه جدای دیگه اندازه‌گیری رو استفاده میکنه و میبینیم اینا به طور مستقل شبیه هم شده. این احتمال باور ما رو خیلی میبره بالا، یعنی حتی با اینکه این آمار نقص داره نشون میده که یه چیزی اینجا هست. خب هنوزم ولی ممکنه کاملا اشتباه باشه، ولی ما احتمالی میگیم احتمال ببین کسایی که ضد آمار هستن کسایی هستن که میخوان بر اساس احساساتشون بر اساس تعصباتشون نتیجه گیری کنن، یعنی میرن علم و آمار و عدد و منطق و اینا رو میذارن کنار، میگن من چیزی که میخوام درست باشه. تو میگی خب میتونه اینا برای تو درست تو هم درست باشه چون تو تعصب داری به یه چیزی. نه اینا این آمار اگه اومد برعکس این چیزی بود که من گفتم، من گفتم نه غلطه، پس خب من همچین حرف میزدم. من اگه تو میگی آرمینم خودش ممکنه بر اساس احساسات و تعصباتش داره صحبت میکنه، من دارم بهت میگم آرمین جان اگه آمار اومد که دقیقاً برعکس این بود من نظرمو میام عوض میکنم. خب ولی این نقشه ما البته مقدار قدیمیه، برای که الان هند بدترین بود، الان مثل اینکه کشور دیگه مقدار ممکنه بدتر شده باشه، ولی هند واقعا یه زمانی بدترین کشور بود برای تالرنس کم به، یعنی برای نژاد ستیزی میتونیم بگیم به طور. ولی ایران هم یکی از کشورهای قرمزه، نگاه کنید ایران هم بعد قرمزه بهترین کشورها کشورهای آمریکای شمالی هستن و کشورهای اروپا اسکاندیناوی، و شما نگاه کنید فرانسه هم خیلی خوب نیست. یعنی ما اینجوری نمیخوایم نشون بدیم که مثلا ایران بده همه کشورهای غربی همشون خوبن، نگاه کنید فرانسه هم یه مقدار قرمزه. خب البته یه چیزی هم بگم، من میگم این آمار خودش نقصایی داره و کسی که اومده نقصش هم توضیح داده خود کسی که آمار رو طراحی کرده و نتیجه گیری کرده خودشون هم اومدن نشون دادن که چرا نقصای این آمار چیه. یعنی خیلی فکر میکنن شاهکار کردن که میان مشکلات یه آماری رو توضیح میدن، قبل از شما خیلی ها اینا ریویو کرده، اینا همشون مشکل داره ولی از روش های نتیجه گیری ما بهتره. آریا جان حرف آخر چند من 262 کلی منتظره، کوتاه اگه میشه بگو. کلا به نظر من توی اینترنت شما هر چیزی که با هر ذهنیتی که داشته باشه اگه بخوای بگردی و برای اثبات حرف خودت بخوای مدرک پیدا کنی میتونی. مثلا توی همین آماری که مثلا به من نشون دادی، مثلا آمریکا رو مثلا بهترین کشور در زمینه نژاد مثلا پرستی این چیزا میبینه، در حالی که مثلا آمریکا در مقابل سیاه‌پوستا بی نهایت نژاد پرست هستن. آلمان مثلا فرض کن کشوری مثلا که داخلش این همه چیز، حالا دیگه بگذاریم. من خب بذار باشه. نه من فقط سریع در باره آمریکا بگم. جواب بده. اوکی من میرم پای. روز خوب. مرسی داشته باشی فعلا. مرسی از صبر داری با اینکه با هم اختلاف نظر داریم هنوز اینه. خلاص. من یه چیزی هم در باره آمریکا سریع بگم. اتفاقا آمریکا یکی از لحاظ نژاد پرستی مشکل نژاد پرستی از کشورهای دیگه به شدت کمتره. به خاطر اینکه من نمیگم مشکل نیست، مشکل زیاد وجود داره تو آمریکا از نژاد پرستی، ولی از کشورهای دیگه به شدت کمتره. دلیل اینکه به نظر میرسه برای خیلی برای بعضیا که زیادتره به خاطر اینکه حساسیت به نژاد پرستی تو کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی بالاتر هست، بیشتر واکنش علیهش وجود داره. یعنی اتفاقاتی که مثلا شما نگاه کنید تو نژاد پرستی یا تو کشور دیگه به شدت زیاد هست، ولی وقتی که اینجوری با یک اقلیت رفتار میشه توی کشور دیگه بازتابش با اون شدتی که تو آمریکا هست نیست. یعنی انقدر اخبار روش تمرکز نمیکنه، این همه واکنش. یعنی اتفاقا دلیلی که به نظر میرسه آمریکا نژاد پرستیش زیاده به خاطر که نژاد پرستی براش علیهش انقدر حساسیت وجود داره که تمام رسانه ها رو روش تمرکز میکنن و انقدر همه جهان این تمرکز رسانه ها رو روی نژادپرستی هایی که اتفاق میفته انقدر تمام جهان روش تمرکز میکنه که به نظر میرسه که آمریکا بدترین کشوره، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. از نظر نژادستیزی آمریکا یکی از کمترین کشورهای جهانه، ولی بازم بگم این معنیش نیست که مشکل توش وجود نداره. خب یعنی حتی با اینکه آمریکا نژادستیزی توش خیلی از بقیه کشورها کمتره ولی هنوز هم زیاده، چون نژادستیزی همه جا وجود داره.